خب سلام به دوستای عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر هستین سالم و سلامت باشید لبتون خندون دلتون شاد باشه دوستان من تو این ویدیو در خدمتتونم با اتوماسیون شبکه توسط نورنیر نورنیر یه پولیه که با زبان پایتون نوشته شده و خیلی شبیه به انسیبل بعدش اینه که انسیبل پولیه شما باید یه هزینه ای کنین یه پولی بدین به انسیبل و اون پروداکتشون رو بخرین پایتون ولی اوپن سورسه یعنی شما میتونید به صورت مجانی استفاده کنید فقط باید قوانین اوپن سورس و اینجور چیزا رو رایت کنید اسم خالق و اثر ذکر کنید و خودتون هم اگه چیزی رو درست کردین با بهره گرفتن از این ماژول باید در معرض پابلیک قرار بدی باید اون پروداکتی که به وجود آوردین رو بذارین که همه استفاده کنن حرف رو کم میکنم امروز ما یه ترادیشنال نتورک داریم یه سویچ بلاک رو میبینیم که از سه قسمت اکسس دیستریبیوشن و کوره و میخوایم که با استفاده از نونیر یه سری کانفیگار رو پوش کنیم دیگه هر دفعه نیم به اینا حالا سشن رو باز کنیم سسچ بزنیم تلنت بزنیم کانفیک کنیم سیف کنیم بعد بریم سویچ بعدی ما دیگه از این کار خسته شدیم امروز با پیشرفت تکنولوژی یه اسکریپ میتونه همه این کارها رو باس ما انجام بده برای اینکه ما بخوایم نونی رو پیاده کنیم پیاده سازی کنیم خب اولین کار اینه که باید اون ماژولش رو نصب کنیم و با پیپ میتونیم نصبش کنیم اگه محیطتون لینوکسه که چه بهتر پیپ تیری اینستال نورنیر و همه رو میکشه پایین پروژه گیتابش هم هستش نورنیر داد آی هم هستش که داکیومنتیشن خیلی کاملی داره آی پی وی زیرو هم یه شخصیه که خیلی اینو کار کرده روش دیولوک کرده و ریسورس های خوبی گذاشته تو اینترنت شما یه سرچ ساده کنید نورنیر کلی داکیومنتیشن خوب پیدا میکنید که قدم به قدم همه رو توضیح داده من اینجا یه دونه سناریو دارم همینطور که میبینید و کاری که کردیم فقط اینه که یه دونه آی پی دادیم به دیوایس و اسسه چون رو روشون فعال کردیم همین دیگه هیچ کاری نکردیم و الان من پینگ میگیرم از دستگاهام ببینم که پینگشون رو داریم یا نه اول آی پی خودم رو نگاه میکنم گره اه... واینه دشتش کالر به من آی پی خودم رو نشون میده که هستش ام... اینه آی پی من اینه 122 اوکی من حالا پینگ میگیرم پینگ سن دو سه از 728 101 پینگشوت دارم 102 پینگشوت دارم 103 و همینطور پینگشوت دارم 104 هم دارم 4 تا سوئیچ لایه اکسس من پینگشون رو دارم حالا بعدیا فکر کنم از 200 شروع میشه 201 رو دو دارم دو 202 رو هم دارم بالایم باز 200 هست. می‌بینیم که 203 رو دارم، 22 رو گرفتیم. بعد هم گرفتیم، 24 هم باید داشته باشیم، 25 دی دیگه نباید داشته باشیم. ببینید پینگم فیل میشه. من ریپلای نمیگیرم. Destination host unreachable. خب می‌بینیم که ارتباط ما با دستگاهون برقرار حالا توی نورنیر ببینید من اینجا دو تا دایرکتوری دارم یه دونه از نو فیلترین یه دونه از سیمپل فیلترین قضیه فیلترینگ رو بعدا برای تو توضیح میدم زمانی این که ما میخوایم یه کانفیگ مشخص پوش نشه ما مثلا میخوایم لایه اکسسمون یه سری کانفیگای مختلفی داشته باشیم حالا رو هر سویچی یا توی دیستریبیوشن میخوایم یه سری کانفیگای های ای داشته باشیم با هم دیگه فرق یکسان نیست دوستان من یه شو میگیرم که ببینید ما اینجا هیچ کانفیگی نداریم هاسته ما اینا رو که دادیم من اینجا میگم شو ویلن بری یه دونه ویلن ده دارم نور نیره ببینید این ویلن ده و من دستی کانفیگ کردم رو هر چارتای اینا هست روی این دیستریبیوشن هم هستش ولی این ستای دیگه یعنی کریه کور دو و دیست دو این ویلن رو ندارن ببینید من یه شو هم بگیرم که خودتونم متوجه بشین کنم اینیبل شو ویلن ببینید اینجا دیگه ندارم هیچ ویلن اینجا ندارم فقط روی این تا سویچ و این دیستریبیوشن هستش اینجا میرون شو بگیرم ببینید اینیبل شو ویلن بیلیف ببینید که اینجا هم هست پس شد سه تا از توی ما ندارن دو چا پنجشون دارن خب من اینو ببندم دوباره میاد تو ترمینال خودمون دوباره میاد سر نورنیر ببینید نورنیر یه استراکچر هیرارشی داره حالا من هم انگلیسی صحبت میکنم هم آلمانی زبونم نمیچرخه ولی خب یه هیرارشی داره که از بالا به پایینه شما اگه بخواید <تصفح> مقایسه تو کنی مثل اکتیو دایرکتوریه شما مثلا تو ویندوز تو اکتیو دایرکتوری یه سری گروپ دارین بعد یه سری کامپیوتر دارین یه سری یوزر دارین این یوزرها و کامپیوترها هر کدوم توی گروهی هن بعد شما اگه بخواین یه پالیسی اعمال کنین هم میتونین به کل اون گروه اعمال کنین هم میتونین به یه هات یه کامپیوتر یه یوزر اون پالیسی رو اعمال کنی اینجا هم همینطوره ببینید من اگه برم توی دایرکتوری نو فیلترینگ هم من یه ذره رو بزرگ کنم که بتونید بهتر ببینید اینم بیارم این ور. ببینید اینجا اگه ls بگیرم ما به یه چند تا فایل احتیاج داریم یه دونه کانفیگ داد گروپ و هاست دادی عمل هستش اینم که پایتون اسکریپتمونه که میره از این اینونتوریا اطلاعات میگیره این هم کانفیگ ویلن اونه که حالت تکسه. به حالت تکسته حالا بهتون توضیح میدم که چی به چیه ببینید تو فایل کانفیگ دادیامل من این اگه باز کنم بذارید من باید تکس ادیتور بازش کنم که قشنگ بتونیم با هم دیگه ببینیم ببینید توی کانفیگ دادیامل یمل ما میگیم اینونتوریامونو میگیم که این اینونتوری یه یه سری تعریف باید کنیم که چه فایلی کجا قرار داره باید بیایم بگیم مثلا هاس،, هاس فایل ما تو اینجا قرار داره آدرس اون پدش رو بنویسیم و به این اینونتوری یا این آمارمون رو بدیم اینجا گروپ فایلمون هم میگیم اینجاست اگه خواستی بهش دسترسی پیدا کنی باید از توی این مسیر بری فایل دیفالتمون هم که حالا این دیفالت دادی یامل اصلا من نساختم ولی خب گذاشته بودن دیگه ما گذاشتیم این من پس رانه را رو حالا بهتون توضیح میدم موقعیه که ما داریم تسکایی رو اجرا میکنیم اینا میان تریدینگ رو برای ما انجام میدن و فشار رو سی پی رو میارن پایین و کار رو تقسیم میکنن طوری که مثلا وای نسیم منتظر یه تسکی نباشیم تموم شه بعد بریم بعدی رو انجام بدیم اینا میان اون کارا تریدینگ رو انجام میدن حالا بیشتر راجبش صحبت میکنم شما هم میتونین اینجا بنویسین تریدینگتون رو قدیم و اینجا مینوشتن تو ورژن جدید نورنیر میان چیکار میکنن اینجا مینویسن من اگه دید بزنم اه جدید میان تو کد پایتون می نویسن حالا جلوتر میریم بهتون نشون میدم بریم گروپ دادی یامل هم نگاه کنیم ببینیم گروپ دادی عمل چیه بذارید من اینا رو با هم باز کنم که کنار هم دیگه باشن ببینید این گروپ دادی یامل منه اینم هاست دادی یامل منه موقعی که تو فایل هاست دادی عمل ما باید هاستامون رو تعریف کنیم مثلا میگیم اکسس یک فرمتشون هم یملی دیگه میبینید به صورت چایلد و پرنت مثلا اینا همه این پارامترها همه متعلق به این هستن زیر اکسس یک قرار گرفتن بعد اینجا خودشون یه مقداری رو گرفتن و پایین در حالا تو جلوتر یه سری به یمل بزنید خیلی چیز ساده و جالبیه یه جوری یه دیتابیس خیلی ساده است بعد یه سری وریابل ها تعریف میشن یه مقداری رو میگیرن و مشخصشون هم اینه دیگه میگیم اکسس یکمون مثلا آی پیش اینه پلتفرمش آی او اس یوزر و پسورد و اینا گروپ اینجا میگیم میگیم سیسکو گروپ دوستان توجه کنید بیرون خیلی اتوماسیون تولا هستن تو پلتفرم مختلفی کار نمی کنن متاسفانه مثلا اکثریت مال سیسکو هستن حالا فورتینت تو اینجور چیزا خوبی نورنیر اینه که مولتی وندوره یعنی وندورای زیادی رو جونیپر پالوالتو، سیسکو وندورای مختلفی رو 5 6 تا وندور خوب برند های روز که زیاد استفاده میشن رو استفاده میکنه و شما دیگه محدود نمیشید به فقط سیسکو حالا تو ویدوهای آینده سعی میکنیم تو پلتفرم دیگه هم ببریم دیگه اینجا اومدیم گرت رو بهش معرفی کردیم مثلا اکسس دو اینه اکسس دوونه بعد همینطور اکسس سه اکسس چار دیستریبیوشن و الهازا اینجا فهم میخواستم اینو توجه کنی گروپو و بهش گفتیم سیسکو گروپه توی گروه هم بیان باید این سیسکو گروپو رو تعریف کنیم چون که زیر مجموعه این قرار میگیرن همون هیرارشیه که بهتون تو اکتیو دایرکتوری گفتم ببینید اینا همشون میان زیر مجموعه سیسکو گروپ قرار میگیرن پلتفرمشون هم iOS تعریف شده گفتن این iOS میتونسته حالا بی باشه آی او باشه یا هر چیز دیگه خب امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشیم چجوری کار میکنه حالا بریم نگاه کنیم یه نگاهی بندازیم به اسکریپت پایتونمون من اگه اینو با اتم باز کنم چون که این اتم خیلی بهتره رام پلی بوک من میگم پلی بوک چون که این خیلی شبیه به انسیبله و انسیبل از پلی بوک استفاده میکنه اصلا این یه جورایی ورژن اوپن سورس انسیبله حالا جلو میریم کانفیگ و اینا رو آتپوت هایی که بهمون میده رو ببینین اصلا کلا آدم یاد انسیبل میفته من اینو بزرگ کنم چند تا ماژول رو باید ایمپورت کنیم توجه کنیم که اینا جدید این یوتیلیتیز این فانکشناش پلاگینش جدیده فرق میکنه با قدیمیه شما باید برید اینا رو دانلود کنید مال جدیده رو ورژن سه فکر میکنه با ورژن دو فرق میکنه نت میکو هم داخلش هست از نت میکو میخوایم از سنت کانفیگ و سنت کامندش استفاده کنیم از توی نورنی یوتیلیتی پلاگین فانکشنز میخوایم پرینت ریزالت و پرینت تایتل رو استفاده کنیم اینجا میایم حالا یه وریبل توضیح میکنیم اینشیالیزیشن که ما ورود پیدا میکنیم وارد میشیم و ببینید رانرا رو را اینجا اینجوری میشه تعریف کرد اینو من الان اگه همون فایل کانفیگ دادی عملا باز کنم همینه دقیقا بهش گفتیم که پلاگین تو تردد کن و یه آپشن هم داره که حالا شماره ورکرات 100 تا باشه فایل اینونتوری تو ورژن جدید میان تو چیزم می نویسن توی کد پایتونم شما بنویسین این خواستین دیگه اومدیم اینجا یه دونه رانر آپشن و اینو تعریف کردیم بعد یه دونه فانکشن بیسیک کانفیگ حالا ما اسمش رو پیتزا گفتیم پیتزای اول رو ران کن کی که داری چیه یه سری کامند باید بفرستی توسط نت میکوسند کامند سنت کانفیگ یه سری کانفیگوریشن فایلش هم بیا این فایل رو بردار ویلن تی اکسی فایل اون تو ما نوشتیم چه کانفیگ هایی تسک دومش میگیم که بیا یه تسک دیگه رو ران کن این دفعه بیا از نت میکوسند کامند استفاده کن و یه دونه کامند استرینگه که یه شو بگیر رو گرتما یه شو بگیر که ببینیم این قبلی ران شده یا نه هم بیا بریز توی اه... یه نو نیر تسک دیگه هم اه... بیا بریز توی اه... یعنی ریزالت این فانکشنی که حالا نتیجهش هر چی شد بیا بریزش تو ریزالت خب این تسکار رو که ران کردی از بیسیک کانفیگ بیا نتیجه رو بریز تو ریزارد بعد یه دونه حالا پرینت کن برای ما که داری این, اوتومیش... این کارا رو انجام میدی اون ریزالت هم نتیجه این کارایی هم که انجام دادی و برای ما پرینت کن خیلی اسکریپت ساده یه سی خطه همینو شما میتونید اصلا کلوم بگیرید از گیتاب آی پی وی زیرو خودتون حالا یه سری تغییرات رو با توجه به سناریو و کانفیگوریشن و محیط خودتون یه سری تغییرها رو اعمال کنید قرار نیست شما سافتوری اینجا بنویسید میتونید هم ادیت کنید چون اینا لایسنس زدن اوپن سورس شما میتونید حتما استفاده کنید خب این هم از شد پس از کد ما حالا بریم قشنگترین قسمتش اینجاست که ما آها فایل کانفیگمون هم ببینیم که این میخواد بره کانفیگا رو پوش کنه چه کانفیگی میخواد پوش کنه من, اینجا این فایل ویلن تی گذاشتم ببینید میگه نو ویلن ده اون ویلن ده رو پاک کن بیا بیرون ویلن پونزه رو بساز اسمش هم بذار آتومیشن بیا بیرون دو تا کار قراره بکنه دیگه دو تا کار یه ویلن ده رو پاک کنه یه ویلن اتوماسیون بسازه بریم ببینیم اسکریپتمون کار میکنه یا نه من برای اینکه این رو انجام بدم کد اه... پایتون هم رام میکنم با پایتون سه رامبوک یک خب بچه من این سفر رو در بزرگ میکنم رو توجه کنید خیلی خوشگل میشه خب یه فیلر خوردیم ببینیم چی بوده مشکلمون نورنیر هاستاد عمل اوکی خب ما این آدرس ها رو باید درست کنیم میریم توی کانفیک داد عمل اینجا باید نو فیلترینگ هم بهش اضافه کنیم او. فیلترینگ و همینطور اینجا حد ما چون عوض شده و اینجا نو فیلترینگ رو اینجا هم باید اضافه کنیم و اینجا هم حالا زیاد مهم نیست ولی ما اضافه میکنیم نو فیلترینگ من درست تایپ کرده باشم اوکی و همینطور اسکریپت پایتون اونم باید ادیت کنیم اینجا هم چون که نو فیلترینگ داره کجا بیا هاست فیلترینگ به گروپمون هم نو فیلترینگ اوکی یست خب ما اینو ادیت کردیم بریم حالا ببینیم بعد آدرس رو دقیق بهش بدیم که بفهمه از کجا برداره بریم دوباره رانش کنیم نونی نونی داد پای یه رو دیگه خوردیم آها من اینجا ببینید اشتباه نمیشتم اینجا ببینید نو فیلترینگ هم یه دونه چیز داره بریم توی هاستا دیمل همون اسکریپتمون ببینید من یه دونه خط فاصله رو یه دونه آندرلاین رو جا گذاشتم اینجا و بازم به همون ارو خود خیلی توجه کنید دوستان که اسپلتون درست باشه الان همه چی اوکی کردم بریم ببینیم چی میشه الان اسکریپت ما داره رام میشه و آتپوتمون رو ببینیم چی میده بهمون به یه چند ثانیه طول میکشه یه کافی ورک میزنیم خوب. ببینید بچه ها الان این اینجوری به ما آتپود میده دوستایی که با انسیبل کار کردن میدونن انسیبلی بهمون آتپود میده بیلن از کجا اومد آه اوکی ما اون تکسمون چیز داشت مشکل داشت ولی ببینید ویلن ده رو پاک کرده بچه الان من رو بیام از این بالا بگم آتپوتش رو حالا بخونیم ببینید میگه تو سویچ اکسس یک چنج داشتیم بله چنجمون ترو بوده و این دیپلوینگ اتوماتید بیسلاین رو برای ما چیز کرده پرینت کرده بعد میگه تو سویچ اکسسیت ما تغییراتی داشتیم بله و تغییراتمون رو اینجا پرینت گرفتیم دیگه میگه که من ویلن ده رو برداشتم ولی اینجا اومدم توی یه مود عقبتر نتونستم ویلن 15 رو کانفیک کنم تو کانفیک مود نبودم بعد الان مثلا اینجا همینطور شو گرفته میبینیم که دیگه ویلن ده نداریم تو اکسس یک تو اکسس دو هم همینطور به همین اروره خورده ارور سینتکسی خود من بوده من اشتباهش دادم و میبینیم که ویلن رو برداشته اینجا هم همینطور ویلن ده دیگه نداریم اکسس 4 هم همینطور الهازا ببینید اینجا هم دیگه ویلن ده نداریم کلا اه... اینجا نداشتیم ویلن در رو کور دو شو هم گرفته میبینیم که بای دیفالت همه تو ویلن یک هن. اینجا هم به همین طور دیستریبیوشن دو هم همین طور شو گرفته ویلن نداریم خب بچه ها امیدوارم خوشتون اومده باشه دیدید که چیجوری کار میکنه حالا رو سویچ ها بریم ببینیم من اینو وریفای بگیرم ببینین ایبل شو ویلن بریف میبینیم که ویلن دهمون رفته رو این کره چی قشنگ دیگه خیالمون راحت بشه ایبل شو ویلن بریف میبینیم که نداریم ویلن ده رو هر دوتاشون پرید سود شد شد خب من اینجوری پاک کنم حالا بریم اون تکست کانفیگمون رو درست کنیم چون تقصیر خودمون بودیم ما اینجا اند نباید میزدیم ما اینجا باید میزدیم اگزیت که یه مود بیاد عقب تر نره توی پریویلیج اکسس مود توی همون گلوبال کانفیگوریشن مود بمونه حالا که ما ویلن دهمون پاک شد این نور رو برمیداریم این هم اصلا هم برمیداریم هم نمیخوایم دیگه میگیم ویلن 15 بساز اسمشو بذار آتومیشن و بیا بیدون همین حالا میتونیم مثلا ببینید داره با دا اینجا اومدیم <تصفح> چهار تا ویلن دیگه هم بسازیم آقا ویلن 20 بساز نیمشو بذار هلو دوباره اگزیت کن از اون مود بعد بیا ویلن سی رو بساز افسلوپ من زدم بیا ویلن سی رو بساز نیمش رو بذار ویلن سی و از اینجا هم اگزیت کن خب الان گفتیم برو ست تا ویلن رو همه بساز خب شما فقط تایم رو داشته باشیم بچه ها. اینجا رو ببینید دوباره اسکریپت رو رام میکنیم با یه انگوش ببینید اصلا واقعا سریعه واقعا واقعا عالیه آدم عشق میکنه نمیدونم چجوری احساسات هم بروز دادم خب <تصفح> ببینید دوستان الان اینجا رو اگه ای نگاه کنید این دفعه دیگه سینتکسمون اون درست بود یکی یکی رفته ساخته شو گرفته ویلن 15 ویلن 20 ویلن 30 اینجا 15 20 30 دوباره 15 20 30 تا خود کور رفته همه رو پوش کرده تو چند ثانیه بذارید من اینجا فکر کنم نونی لاگ بهمون میده بله ببینید من یک چت کنم نورنی لاگو لاگای نورنی رو به اون نشون میده اینجا حالا سفری زر کوچیک کنم خاناتر بشه ببینید میگه که چه ساعتی ران کرده تاریخم میده دیگه ببینید اینا مثلا میگه هفته یازده ساعت یازده پنج و پنج و پنج دقیقه که درسته اینجا ساعتم رو میبینیم نورنی کور اون ماژول کور نورنی به رفته بیس کانفیگ و با آرگومنتاش رو هشت ها ران کرده و اسکریپت سایت و تایمش هم به میگه بچه بذاری حالا دوباره چیز کنیم من این دفعه آتپوت رو سیف کنم ویلن تی اکسی. این دفعه میگیم نو ویلن اینم که هیچی دوباره میگیم نو ویلن اگزیت هم نمیخواد کنید نو ویلن بیس نو ویلن سی خب تمام این دفعه بچه ما آتپوتمونو اسکیپتمون که رام میشه میگیم آتپوتمونو بیار بریز توی نتیجه .txt مثلا تو فایل مثلا نتیجه سیف که دیگه پارت نشه خب حالا من میگم مثلا با گید نتیجه رو باز کن خب میبینیم که همه ویلن ها پاک شده ببینید زده نو ویلن پونزه نو ویلن بیست نو ویلن سی اند شو گرفته ویلن ها همه پاک شده خب رو همه سویچ ها همینه الان دیگه هیچ ویلنی نداریم حالا میایم پایین من میخوام این پایین ببینم که تایم هم بهمون میده بعضی وقتا اینجا مینویسه بذارید اینجا یه ذره آتپوت بدی به داده چون اسکی کی کرکترهای این خوندنی نیست توی این تکس ادیتور من اینو ببندم دوباره بریم فایل ویلن اون یه ادیتی کنیم دفعه میگیم آقا ویلن پونزه نیم آتومیشن اگزید اینا هم دیگه ایش کدومو نمیخواد بزنیم خوبه بله سوال یا خوبه خب بریم بچه دوباره اینو ران کنیم ببینیم این دفعه اون پایین من دیده بودم که به اون چیز میداد خب ویلن اوتومیشن اون ساخته شد آه ران تایم رو به اون نمیده قبلا حالا من یه جا دیده بودم اون پایین میگه که مثلا من چقدر وقت استفاده کردم که برم این اسکریپت رو پوش کنم ولی خب اینجا من پیداش نمیکنم شاید باید اسکریپتشو رو بنویسی یا چیزی رو باید ادیت کنی که من یادم نیست الان خب دوستان امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه دیدین که زندگی چقدر ساده میشه با اتوماسیون و آها یه صحبتی هم میخوام کنم با جیت هولدرا. ببینید خیلی ها بعدشون میاد یه سری آدم میان یه کاری رو انجام میدن حالا شاید سنشون پایین تره تجربهشون کم تره خیلی میان سنگ میندازن چوب لا چرخ میکنن این تجربه شخصی منه طرف بعدش میومد من اگه یه تکنولوژی رو, رو یاد میگرفتم یه چیزی رو یاد میگرفتم حالش بد میشد و رفتارش با من تغییر میکرد هیچ وقت نذارید اینجور آدما مانع راه شما بشن موتیویشن شما رو بگیرن حالا به هر جوری به هر طریقی یکی میبینی همکار شماست و بدیتون رو میگه میخواد اعتماد به نفستون رو بیاره پایین یکی میبینی معلم شماست به جای اینکه حمایتتون کنه میزنه تو سرتون که بیان پایین هیچ موقع باج ندیم به این آدما کار خودتون رو انجام بدین به خودتون ایمان داشته باشین و بدونین که اگه تای قلبتون فکر میکنین اون مسیر درسته حتما برین اون مسیر رو هر کی هم گفت غلطه گوش نکنین قورباغه‌ای به از چا میتونه بیاد بیرون که نمیتونه بشنوه گفتم اینو بهتون بگم این ویدیو هم من میذارم نمیخوام سابسکرایب کنین نه لایک بزنین اگه بزنین که خیلی لطف کنین اگر هم نزنین من انتظاری ندارم من اینا رو گذاشتم که شما بتونین یه سرنخی بگیرین برین دنبالش توجه هم کنین تو ویدیوهای من من زیاد نمیام همه چیز رو باز کنم یه گوشه کار رو نشون میدم خودتون برین دنبالش رو بگیرین مثلا میام یه دونه ایمیج اد میکنم توی ایونجی چرا چون ایونجی این قابلیت رو شما میده شما میتونید اینجوری اتومات کنید مثلا من کد ران کنید زندگی تو آسون میشه کاراتونو رو میتونید سریعتر انجام بدید و اینا رو من میذارم که شما سر نخو بگیرید خودتون بریم پیش الان این صحبت نورنیری که امروز کار کردیم کتاب داره داکیومنتیشن مفصل داره بعدش میاد فیلترینگ انجام میدم من یه, یه نما بخوام بهتون نشون بدم ببینید من الان تو دایرکتوری نو فیلترینگ بودم دیگه یه نه برم عقب دیدی کنم توی سیمپل فیلترینگ الس بگیرم ببینید اصلا کدتون فرق میکنه من حالا با اتم فیلترینگ رو باز کنم زمانی که میخوایم فیلتر کنید چند تا فانکشن اینجا اضافه میشه بعد شما میگین که فیلتر کن اون مشخصه فیلترتون رو میذارید تکس های کانفیگتون دیگه مسلما با هم دیگه فرق داره و خیلی چیز جالبی میشه شما حتما اگه دوست دارید اگه جالبه واسهتون حتما یه سری بزنید به داکیومنتیشناش جایی هم اگه رفتیم به بومبس خوردیم بیاین تو کامنت بنویسین من این مسیر رو رفتم هر چی که بلد باشم با کمال میل من در اختیار دوستای عزیزم میذارم و هیچ موقع از موفقیت کسی ناراحت نمیشم من چون تمرکز من رو خودمه خیلی آمدن سنگ انداختن تو مسیر ما چوب شرق ما کردن زیرا رو زدن این بر بر نشستن بعد ما رو گفتن نمیدونم واقعا به چه قیمتی واسه چی مگه چی میخواد بشه نذارید اینجور آدم ها حال دلتون رو بد کنن دوستتون دارم آخر هفته خوبی داشته باشید به این حالش ببرید اینا هم پیگیر بشین چیزای خوبیه دنیای امروز دنیای اتوماسیونه چیزی که اتومات نشه تو کاتگوری کلاسیک قرار میگیره اگه تو دنیای مدرن امروزی میخواین گلیمتون هم بکشین برین این چیزها رو یاد بگیرین خود منم اول را هم دارم این چیزها رو یاد میگیرم میام با شما شیر میکنم دوستتون دارم آخر هفته خوبی داشته باشید فعلا خدافظ